بسم الله الرحمن الرحيم قیامت در قرآن 28 اسم داره. یکی از این اسما یوم الحسرت. آیه کریم اینه: و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. به نظر ما خود این آیه بسه. کسی اگر بفهمه خطاب به کیز شخص خاتم، اون هم عنوان انذار، بعد متعلق انذار اسمش یوم الحسرت، بعد هم خدا می فرماید دیگه کار گذشته. ما غافل بودیم و کوتاهی هایی کردیم که اگر خدا توفیق بده شاید جبرانی بشه. وقتی حضرت خضر با اسکندر به ظلمات رسید، خضر فرمود زیر سم این اسب ها چیزیز که هر کس بردارد پشیمان، هر کس هم بر ندارد پشیمان. دیگه گفتند حالا که عاقبت ندامته، ما چرا زحمت به خودمون بدیم پیاده بشیم؟ یک عده پیاده شدن برداشتن. وقتی ظلمات تمام شد نگاه کردن دیدن زمرده، اونهایی که برداشتن پشیمان که چرا کمتر برداشتن، یک دانه بیشتر حسرتش باقیه. اونهایی هم که به کلی بر نداشتن پشیمان. و اندرهم یوم الحسره، حقیقتش اینه، در این دنیا ظلمات. واقعا قرآن بهت‌انگیزه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در این ظلمات گوهرها مخفیه، هر کس برداشت روز قیامت در حسرت چرا کم کرده. اونهایی هم که اصلا استفاده نکردن در حسرتی که قابل وصف نیست،
چون دیگه تدارک ممکن نیست. مثلا در شهادت حضرت زهرا ما می توانستیم یک آبادی دیگر رو هم منقلب کنیم، نکردیم. حسرتش برای ابد خواهد بود، چون دیگه شهادت سال گذشته برگشتنی نیست. وقت اگر در اونجا هم یک هیئت بیرون می آمد در اون ده و اسم حضرت زهرا زنده می شد، نتیجه این بود. امام ششم بیانی داره، فهم اینها و رسیدن به کنه این کلمات در حد فقهاییست مثل شیخ انصاری. بیان حضرت اینه: رحم الله من احیا امرنا. این جمله از امام اون حل مشکل یوم الحضرت. اولا دعا به صیغه ماضی شده، رحم الله، نه یرحم الله، و خود این بحث مفصلی داره نسبت تحققیه تفاوتش با نسبت ترقبیه چقدره. او بحث عمیق علمیست. اونم دعای کسی که اول علامت امام اینه: انما یعرف الامام بالعلم و اجابت دعوه. دیگه دعای او محال رد بشه. وقت دعا اینه: خدا رحمت کرده، نه رحمت میکنه، خدا رحمت کرده کسی که امر ما را احیا کن. وقت احیا امر چیه؟ اون رحمت چیه؟ اولاً رحمتی که حضرت خواسته باید به خود قرآن رجوع کرد. متن قرآن اینه: و رحمت ربک خیر مما یجمعون. اون چه تمام افراد بشر از بد به خلقت تا آخر اندوخته کنن، ارزش یک رحمت رو ندار. این رحمت رو امام خواسته، اونم برای کسی که امر اونها را احیا کن. اینه که ما تا حالا چها باختیم. سالها گذشت، شهادت حضرت زهرا خبری نبود.
و چه کارها می شد ما بکنیم و از دست رفت. حالا باید بیدار باشیم که در هر فرصتی حد اکثر استفاده رو بکنیم. رحم الله من احیا امرنا. اون حسرت به این جبران میشه، چون هر چه هست در اینجاست. اون جمعی که اصلا خلقت برای اونهاست، کسانی هستن که فانی شدن در خدا، یعنی در مقابل اراده خدا اراده رو به کلی از بین بردن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. این نمونه کاره. و هستی ها همه فانی شده در راه اراده خدا. اینه که اون خدایی که انما امرو اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، اراده شده اراده اونها. این زیارت زیارتی است که شیخ صدوق می فرماید اصح زیارات. اونو فقها ها می فهمند، شیخ اونم در من لا یحضر. از همه زیارات این زیارت رو انتخاب کرده، اصح زیارات. وقت در این زیارت اینه، ارادت الرب فی مقادیر اموری تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. کسی که کار برای اینها بکنه، اون کار اصلا قابل تقدیر نیست. اینه که ما در حجابی ما نمی فهمیم، چون مطلب فوق ادراک ماست. اولا باید بشناسیم کار برای کیه. مثلا نیمه شعبان در پیشه. نیمه شعبان کیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ کیست صاحب این روز؟ اصلا عقل مبهوته. امام زمان قابل وصف نیست. من خودم وقتی به این قضیه میرسم اصلا مبهوتم. سنی و شیعه. و از عجایب اینه، حالا اگر خدا خواست در یک فرصتی من شرح خواهم کرد این حدیث را. حدیث اینه، اصحاب او به عدد اصحاب بدر، هر یک از اونها یک شمشیر داره. اینو خوب درک کنید.
اگر نوکر این مقام رو داره، آقا مقامش چیه؟ هر یک از اینها یک شمشیر داره، بر قائمه اون شمشیر هزار کلمه نوشته شده، از هر کلمه ای هزار باب علم باز میشه. این مقام اصحاب امام زمانه. بعد اون جمله‌ای که محیر الاوله اینه: لم یسبق هم الاولون ولا یدرک هم الاخرون. این 313 نفر مقامی دارن که تمام اولین، اولین یعنی که تمام اولیاء الله از گذشته و تمام اولیاء الله در آخرین، از اولین تا آخرین، همه اولیاء خدا بگرد این 313 نفر نمیرسد. این مقام اصحاب اوست. خود او چیه؟ رتبه او چیه؟ قضیه امام زمان محیر العقوله. اگر مردم بفهمن شب نیمه شعبان باید مملکت یک پارچه مستغرق بشه، در عالم همچه اتفاقی نیفتاده. وقتی پیغمبر به معرفی او میرسه، بیان حضرت اینه: المهدی من ولدی. بعد اونی که عقل رو مبهوت میکنه این دو جمله است: اسمه اسمی و کنیته کنیتی. اسم و کنیه خاتم برای احدی جاید نشده، منحسنن در حجت ابن الحسن. اسم خاتم، کنیه خاتم، اون جمله‌ای که مثل شیخ انصاری رو مبهوت میکنه اینه: اشبه الناس بی خلقن و خلقن. هر کسی روحی داره، بدنی داره، نخبه بدن و نخبه روح در عالم هستی خلق و خلق شخص اول عالم امکانه و او خاتم النبیینه. بعد خود او میفرماید اشبه الناس، در تمام بشریت شبیه تر به من هم در خلقت از جهت جسم، هم در کمالات روح از مهدی اشبه به من نیست. اینه که وصف امام زمان
فوق تصور ماست. مردم شب نیمه شعبان هنری که دارن چراغانی و ولی کیه صاحب اون شب؟ شیخ توزی در مصباح المتهجد دعای شب نیمه شعبان رو که ذکر میکنه اصلا مغز هر حکیم و فقیهی رو مبهوت میکنه. تعبیری که از امام زمان شده دو کلمه است: نور و کل متعلق و ضیاء و کل مشرق. امام زمان نور الله، اما نور الله متعلق. امام زمان ضیاء الله، اما ضیاء الله المشرق. این بیان حجت خداست، اونم در مصباح المتهجد شیخ الطائفه شیخ توزی. امام زمان اینه. سوره والشمس رو همه خوندید، والشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. سه کلمه پشت سر همه. اون شمس تأویلش خاتم النبیین، اون قمر امیر المؤمنین، اون نهار حجت ابن الحسن و النهار اذا جلاها. همه تون تصمیم بگیرید و این کار رو هم رواج بدید، شروع کنید هر ماه بدون استثناء یک ختم قرآن بکنید و اون قرآن را هدیه به خود امام زمان بکنید. این کار بعد معلوم میشه اثرش چیه. اینا اکسیر احمره. منتها ماها وقتی بیدار شدیم که کار گذشته. من چند سال قبل به این روایت برخوردم که روایت هم سندش به حدی از اعتبار که فقیهی، اونم فقیهی که ما میگیم هر کسی نیست، ما فقیه رو شیخ انصاری میدونیم، میرزای شیرازی میدونیم، شهید اول، شهید ثانی. حدیث که ما بهش برخوردیم و عقل رو مبهوت میکنه نتیجهش اینه، کسی که عملش این باشه، یعنی هر چه میتواند قرآن بخونه هدیه کند به او، صدای قطعیش که شبه نداره اینه که کان معه، اصلا جزاش میشه معیت. بهش دیگه خبری نیست، ارزشی نداره. کسی که کارش این باشه، اون چه میسر قرآن بخونه و هدیه به امام زمان بکنه، اون چه به او میدهن اینه که در دنیا و آخرت با او خواهد.
بودن یعنی چه؟ خود معیت با امام زمان، امام زمان اونه. من ارادن ینظر الی آدم بشیز فضا انا آدم بشیز، وقتی ظهور میکنه میفرماید هر کس اراده داره آدم و شیز رو ببینه، من آدمم، من شیزم، من نوحم، من سامم، من ابراهیمم، من اسماعیلم، من موسایم، من هارونم، من عیسایم، من شمعونم، تا میرسه به اینجا من ارادن ینظر الی محمد و علی فضا انا محمد و علی. امام زمان یعنی اتاره تمام انبیا و تمام اوصیا، خدمت به او، کار کردن برای او، نشر مناقب او، بسط فضائل او، احیاء امر او، اونم در زمان غیبت او. این گوهریست که فردای قیامت یک قدم بیشتر ما میتونستیم برداریم و برنداشتیم. علا ای حال امیدواریم خدا که اسم شماها رو در این دفتر نوشته، البته بی خود نیست، یا لغمه پدرتون بوده یا شیر مادرتون یا یک عمل صالحی داشتید که خدا انتخابتون کرده، و الا هر کسی نمیشه اسم در دفتر صدیقه کبرا بنویسه و برای اون شبی که امیر المؤمنین آرزوی مرگ کرد، اون روز اون شب رو احیا کنه. این مقامیست که قابل وصف نیست، این توفیقیه. سعی کنید اسمتون قلم نخوره و کار کنید افراد دیگرم ذمیمه کنید، چون این کارها سنگینه. این عده کمه، هرچه افراد دلسوز فهمیده که بفهمن عظمت مطلب را، جلب بشن برای این کارها، و هرچی این مناسبات به حد اعلا انجام بشه، اون وقت اثرش دو جایی که اصلا گفتنی نیست. یکی اون لحظه جندادن، اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، اون وقت که بدون تردید یا هارهمدان من یموت یرنی، هر کس بمیرد مرو میبینه، استثناء هم نداره. اون دم امیر المؤمنین به بالین تو میاد، بعد نگاه میکنه میبینه
تو همانی که برای همسر پهلو شکسته او این جور جون کندی. دیگه اسرائیلی نمیمون. یکی هم روز قیامت کبرات که انبیا همه میگوین وا نفسا، یک مرتبه او میآید و پیراهن غرقب خونی روی سرش میاندازه، بعد میگه یا رب شیعت. جبرئیل نازل میشه میگه ای کنیز خدا، خدا به تو سلام میرسانه. میفرماید هر چه میخواهی بخواه که امروز به تو داده میشه. روایت اینه همون طوری که مرغ دانه ها رو جمع میکنه، شیعیان و خدمتگزارانش رو اینجور جمع میکنه. این اجر عمل شماست. خلاصه قدر نعمت رو بدانید، در این راه خسته نشید و هرچه بکشید لا یصیبهم دمعون ولا نتمون ولا مخمصتون فی سبیل الله. سبیل الله چیه؟ زیارت جامعه است. انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقوم. این عمل شما الا کتب لهم بهی عمل صالح. این اجر عمل شما. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا.